سلام دوستان، وقتتون به خیر باشه. باید خدمت شما عرض بکنم که داریم به سمتی حرکت میکنیم که احساس میکنم در ادامه این بازی دنیای ما به یک قربانی نیاز داره. دنیای ما به یک قربانی نیاز داره. هر کسی و هر کشوری میتونه اون قربانی باشه، به ویژه کسانی که سهم بیشتری در ایجاد تقابل با غربی ها داشتن. یک زمانی در گذشته وقتی مرور میکنیم، کشورهایی رو وقتی میخواستن به چالش بکشن، حراسی رو علیه اونا در اسمها، ببخشید، در دلها میافکندن. کنار اسمشون یک پسندی میآوردن، یک پیشوندی میآوردن. مثلا آلمان نازی، مثلا ایتالیای فاشیست، مثلا ژاپن امپریالیست، همه اینها رو با یه چیزی خطاب میکردن و همه اینا توی یه تیم بودن. بین اینهایی که با هم همتیمی بودن، میگشتن یک نفری رو پیدا میکردن که عبرتی بشود و قربانی بشود در این بازی برای دیگران. و زمانی که قربانی هم بخواد بشه، لزوما دوستانش کمکش نمیان. کشورهای دیگری که دوستش محسوب میشن کمک اون قربانی نمیان. چرا کمکش نمیان؟ به خاطر اینکه ممکن هست خودشون بین حیات و ممات خودشون گیر افتاده باشن و اصلا تو رو بیاد بهشون توضیح بده که معامله کنیم، سر این با هم معامله کنیم، و اونها مجبور میشن ازت عقب بکشن. دنیا ممکن هست به این سمت حرکت بکنه، کمان که اتفاقات این شکلی در دنیا ما پیش افتاده. من قبلا مقدمه این مسئله رو خدمت شما عرض کردم. یک دعوایی بین تصمیم سازها در آمریکا در جریانه. بعضی هاشون بر این باور هستن که محوری داره به وجود میاد به نام، داره احیا میشه، البته به وجود میاد نه، داره احیا میشه به نام محور شر. بعد میگن ایران داخلشه، ژاپن داخل، ببخشید، چین داخلشه، روسیه داخلشه. عرض کردم یکی باید قربانی بشه. چه کسی رو قربانی میکنن؟ اون کسی که احساس بکنن توانش رو دارن، از پسش برمیان. اینجا رو، این بحث رو گوشه ذهنتون داشته باشید. توی کلکلهایی که اینا بین خودشون دارن و بحثایی که داره مطرح میشه، به شما عرض کردم که بعضی ها در آمریکا بر این باور هستن که اصلا محور شر کجای داستانه. محور شری تشکیل نشده. یکیشون قدرت اقتصادیه، یکیشون تو منطقه غرب آسیا با کمک یارانش که غیر دولتی هستن میتونه منطقه رو به هم بریزه، یکیشون هم قدرت نظامیه. تو داری کمک میکنی متحد بشی، متحد بشن اون وقت اوضاع ترسناک میشه. پس حرف از اتحاد و اینا نزنی، چون داری پرتشون میکنی با هم همکاری مشترک انجام بدن. من نکته‌ای که میخوام خدمت شما عرض بکنم اینه: بیایید فرض بکنیم در فردای آمریکا یا در فردای غرب کسانی قدرت بگیرن که اتفاقا بر این باور باشن که نه، این محور شرارته، جدیش هم باید بگیریم، باش مقابلن باید بکنیم، یه قربانی هم باید ازش بگیریم که بقیهشون بشینن سر جاشون. همچین شرایطی بخواد اتفاق بیفته، ما کجای داستان هستیم؟ ما تو همچین شرایطی به شدت باید قدرتمند بشیم. ایران به شدت باید قدرتمند بشه. من این مقدمه رو باید خدمت شما عرض می‌کردم تا کسانی که بیننده من هستن توجهشون به این مسئله جلب بشه و برای این مسئله فکری و چاره بیاندیشن. البته چاره بیاندیشن که الان مخاطب من میگه من کاری بکنم یا نکنم چیکار میتونم انجام بدم. منظورم تصمیم سازها هست. منظورم تصمیم سازهایی هست که امیدوار هستم صدای ما و صدای این برنامه به گوششون برسه. میخوایم بریم با هم دیگه بررسی بکنیم گزارش رو که در بلومبرگ نوشته شده. منتها قبل از اینکه گزارش رو بررسی بکنیم در همین خصوص، من یک مسئله مهم رو باید خدمت شما عرض بکنم. دوستان، در برخی از گزارش‌های جدیدی که در رسانه‌های غربی و پایگاه‌های غربی دارم مرور می‌کنم، ماجرای این شکلیه که وقتی می‌خوان بیان برای خواننده یک داستان رو توضیح بدن، میاد خواننده رو ارجاع میده به یک فیلم یا یک داستان قدیمی. آقا مثلا فلان داستان یادته؟ تو این داستانی که می‌خوام براتون تعریف کنم در امروز دنیا، حالا به مخاطب اجازه میده که مقایسه بکنه. مثلا ایران رو با یکی مقایسه میکنه از اون شخصیت‌ها، چین رو با یکی مقایسه میکنه، خود آمریکا رو با یکی مقایسه میکنه، مخاطب رو حالا در شرایطی قرار میده که بتونه قضاوت بکنه. من سوالم از شما اینه، چند تا گزارش سیاسی این شکلی در ایران شاهد هستید؟ تو روزنامه‌ها چند تا دیدین؟ توی رسانه‌ها چند تا دیدین؟ اینا برای جذاب کردن کارشون این حرکت‌ها رو انجام میدن. اینها رو دارم عرض می‌کنم که دوستانی که در داخل کشور ما نویسنده هستن، در حوزه رسانه کار میکنن، به این جنس از نگارش هم فکر بکنن که نوشته‌هاشون جذاب‌تر بشه. بریم با هم دیگه بررسی بکنیم. ابتدای گزارش اومده به این اشاره کرده، گفته برای درک اینکه در مبارزه با ائتلاف چین، روسیه و ایران پای چه چیزهایی میان است، فقط باید رشته افسانه ارباب حلقه ها را مطالعه بکنید. همون نکته که خدمت شما عرض کردم، با یک داستان داره شروع میکنه.
در رشته افسانه معروف تخیلی و حماسی ارباب حلقه ها اثر تالکین به تدریج مشخص می شود که نیروهای تاریکی با یکدیگر متحد میشن. نیروهای تاریکی احتمالا منظورش ماه. من میگم چرا ارباب حلقه ها، بیا بریم شاهنامه با هم مرور بکنیم، بهت بگم تاریکی کیه، سفیدی کیه. همه مثبتای داستان ایرانه. نه دیگه، فرمون دست اینها سینا نوشتن. میگه تاریکی آخر داستان با هم متحد میشن. ساورون با چشم بصیرت خود به عنوان رهبر محور شیطانی یا ارباب تاریکی انتخاب میشود. تالکین، منظورش نویسنده کتاب است، خوب میدانسته که چه وضعیتی را توصیف کند. او که یک کهنه سرباز جنگ جهانی اول بود، با ناامیدی نزدیک شدن دومین جنگ خانمانسوز جهانی را تماشا میکرد. در آن سالها، در فاصله 1936 تا 1937، شاهد همگرایی و نزدیکی تدریجی آلمان نازی، ایتالیای فاشیست و ژاپن امپریالیسم و تشکیل یک نیروی اهریمنی جهانی بود. خیلی جالبه، ما هنوز که هنوز وقتی داستانهای اون موقع رو داریم مرور میکنیم، من خیلی هم در شبکه‌های اجتماعی میدونید به خاطر اینکه محدودیت‌هایی رو اینها در نظر دارن و قوانین رو وضع کردن، نمیتونم درباره حقایق تاریخی اون زمان صحبت بکنم، ولی به طور خلاصه یه چیزی به شما میگم. اینا این همه خون ریختن، دو تا بمب اتمی رو سر یک کشور زدن و نابودش کردن. الانم که دارن روایت میکنن، اون کشور رو، کشورهایی که باش بودن آدم بدایی بازیان و اینا آدم خوبایی بازیان. بریم ادامهش رو ببینیم. میگه ما نیز امروز شاهد همون ماجرا هستیم، همون محور داره تشکیل میشه. همانطور که سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته، در پس تلاش‌های جنگی روسیه منابع عظیم اقتصادی چین قرار دارد. آنچه طی ماه‌های گذشته شاهد بوده ایم این است که مواد خامی از چین به روسیه منتقل شده و روسیه از آنها برای بازسازی صنایع خود و تولید تسلیحاتی که در صحنه نبرد اوکراین کاربرد دارد استفاده می‌کند. ما به شدت نگران این وضعیت هستیم. تا اینجا اون چیزی که برای مخاطب سعی کرده توضیح بده اینه که یه محور می‌خوام تو ذهنت بسازم، یه طرفش چینه، یه طرفش ایرانه، یه طرفش روسیه است. دو تاش برای توضیح دادم دیگه، با هم متحد شدن چین و روسیه. روسیه داره بازی خودش رو با کمک چین پیش می‌بره، حالا ایرانو می‌خواد روایت بکنه. بریم جلوتر. میگه رهبران چین علارغم مواضع علنیشان مبنی بر اینکه میخواهند به عنوان یک دولت صلح طلب عمل نمایند، قبل از شروع جنگ اوکراین در این خصوص به روسیه چراغ سبز نشان دادند. تعهد متقابل نسبت به شراکت بدون محدودیت با روسیه چه مفهوم دیگری میتوانست داشته باشد؟ حالا میخواد مسئله فلسطین رو مرور کنه. میگه داستان فلسطین هم همینه. توی فلسطین هم اینا اومدن به ایران و محور مقاومت چراغ سبز نشون دادن، باشون حمایت کردن، همراهی کردن. اجازه بدید قبلش مسئله اوکراین رو کامل بکنیم. میگه بر اساس همین تحلیل نمیتوان رویاروی ایران با اسرائیل را به عنوان رویداد منفرد و فاقد عقبه راهبردی تعریف کرد. تهران از روسیه در جنگ اوکراین حمایت میکند. هزاران پهباد و موشک مشابه همانهایی که آخر هفته گذشته به سمت اسرائیل شلیک کرد به روسیه تحویل داده. روسیه به نوبه خود احتمالاً به تقویت دفاع هوایی ایران کمک خواهد کرد. چین نیز نمیتواند تنها یک خریدار عمده نفت باقی بماند. ببین الان توی دنیا خیلی ها دارن به این فکر میکنن که از کشورهای دیگر جنگنده بخرن. حالا ما مسئلهمون خیلی مسئله نظامی نیست، ولی کانال های نظامی رو اگر شما بررسی بکنید دارن توضیح میدن این کشور رفته با کشور اروپایی هماهنگ کرده، اون منتظر هست اف نمیدونم چندای آمریکا دستش برسه، این داره فلان میکنه. هیچ کدوم از اینها رو تو گزارش های خودش نمیان بگن که این نکن رگه های از این هست که آمریکا داره قدرت میده به نیروهای هوایی یک کشور، پس این خطرناکه. ایرانی که داره روایت میکنه، من ایران به عنوان کشوری در منطقه غرب آسیا اگر 4 تا جنگنده بخوام از روسیه بخرم، نه، این بخشی از این محور شرارته. چین و روسیه یه طرفشن، روسیه داره به ایران کمک میکنه هواییشو تقویت بکنه فلان و فلان. به چه جرمی من این شکلی روایت میشم؟ چون من تو تیم اونا نیستم، چون من در مقابل اونها تعریف میشم. من اگر با اونها در یک تیم بودم از این حرفا در روی من نمیخواست بزنه. بریم ادامهش رو ببینیم. میگه که داره کمک میکنه تقویت هوایی ایران رو انجام بده. میگه چین هم داره همین کار رو انجام میده. چین داره ازشون، از ایران نفت میخره و کمک میکنه که ایران به لحاظ اقتصادی در حالی که نفتش تحریم شده جلو بیاد. میگه وزیر امور خارجه چین بعد از حمله موشکی به ایران، میگه فقط همین مسئله نبوده، ببخشید، حمله موشکی ایران به رژیم صهیونیستی، میگه تا ایران حمله کرده به رژیم صهیونیستی اینا تماس گرفتن با تهران و به جای اینکه حمله ایران رو محکوم بکنن، حمله رژیم صهیونیستی رو که به سفارت ایران بوده محکوم کردن. بعد گفتن اقدامی که تو انجام دادی در دفاع از خودت قابل تحسینه.
نویسنده رو ببینید چه وقاحتی داره. این غربی ها همشون نگاهشون به مسائل این شکلیه. یکی از نخست وزیر ببخشید وزیر امور خارجه انگلیس بود، رفته بود توی یه برنامه‌ای، ازش پرسید گفت به سفارتمون حمله بکنن چیکار میکنیم؟ گفت با دمار از روزگارشون در میاریم. گفت به سفارت ایران حمله کردن، پاسخ داده کار خوبی کرد، گفت نه محکومه. اصلا خجالت نکشید که بگن این تناقضها، تناقض چیه؟ مگه تناقض تو تشخیص میدی؟ من آقای دنیا هستم، دوست دارم کاری که تو انجام دادی رو کار زشتی بدونم، همون کار رو برای خودم کار خوبی بدونم. این منطق غربه، این نگاه غرب مسائله، این داستانی هست که در غرب علیه ما تعریف کردن. داره تعریف میکنه، میگه به جای اینکه چینی ها طلبکارانه، میگه به جای اینکه چینی ها زنگ بزنن به ایران بگن برای چی حمله کردی به رژیم صهیونیستی، که ایران هم در جواب بده چون سفارتمو زده بود، تو هم سفارت کسی رو بخوای بزنی همین کارو میکنه، سفارت تو هم بزنن تو هم همین کارو میکنی. میگه به جای اینکه این حرفا رو بزنه، برگشته گفته دمت گرم کار خوبی کردی زدی. ادامه‌اش رو ببینید. میگه دستگاه پروپاگاندای دولت چین از زمان حمله 7 اکتبر به صورت مدام در خدمت انتقاد از اسرائیل بوده، در کنار ایران بوده. ظهور این محور جدید در سال 1997 توسط برژینسکی، مشاور امنیت ملی جیمی کارتر، رئیس جمهور سابق آمریکا پیش بینی شده. و این داره اشاره میکنه به یک ماجرایی که برژینسکی میاد تعریف میکنه، میگه این احتمال وجود داره که این سه تا کشور متحد بشن. بخونیم از روی متن. احتمالا خطرناکترین سناریو تشکیل یک ائتلاف عظیم متشکل از چین، روسیه و احتمالا ایران خواهد بود، که یک ائتلاف ضد هژمونیک تشکیل شده، نه بر اساس ایدئولوژی بلکه بر اساس شکایت‌های مکمل هم خواهد بود. این ائتلاف از نظر ابعاد و گستردگی مشابه چالش خواهد بود که بلوک چین شوروی برای غرب ایجاد کرده، اما این بار چین احتمالاً رهبر و روسیه دنبال روی آن خواهد بود. یه نکته داخل پرانتز خدمت شما عرض کنم، حدود 27 سال پیش داره روایت میکنه، میگه 27 سال پیش این هشدار داده شده. من درباره چین به شما بگم، یکی از کلافه کننده ترین مسائل برای اینها اینه که میگن چین بخشی از مسائل رو از دریچه نگاه ایران مرور میکنه، به ویژه مسئله خاورمیانه رو. یکی از اینا یک گزارشی نوشته و الان حضور ذهن ندارم، میگفتش که جنبش سبز سال 88 اتفاق افتاده و تو ایران رفته بودیم چین، بعد میگفت اصلا هر کاری میکردیم چین نمیخواست بپذیره که مثلا یه خورده هم باید مثلا خلاف ایران به مسئله نگاه بکنه. میگفت کاملا بر اساس روایتی که ایران تعریف میکرد مسئله رو میدید. حالا علت میدونید چیه؟ این داستان چرا مثلا چین توی داستانهای این شکلی یا مسئله فلسطین مثل ما داستان رو میبینه؟ چرا روسیه تو بخشی از ماجرا مثل ما میبینه؟ چرا سه تا کشور مثل هم میبینن؟ میگه به خاطر اینکه سه تا کشور وقتی نگاه میکنن میبینن استکبار غرب داره تهدیدشون میکنه، رسانه علیهشون به راه انداخته، یه سری سناریوهای مشابه تو کشورشون رو داره تکرار میکنه، یه سری دشمنیهای مشابه در دنیا براشون داره، با اقتصاد ستاشون میخواد بازی بکنه، تحریم میخواد. میگه وقتی نگاه میکنم میگه ستامون شبیه همین، پس اگر اتفاقی برای اون رخ داده تو رسانه دارن فوشش میدن احتمالاً دروغ غربی، پس من روایت اینو قبول میکنم. این شرایط داره بین این سه کشور اتفاق میفته. بریم ادامهش رو ببینیم. میگه پیشگونی هایی که انجام شده بود در خصوص اینکه اینها ممکن هست متحد بشن یک پیشبینی پیامبرگونه بوده. با این حال نگاهی به عملکرد 3 سال گذشته نشان میدهد که جانشینان برژینسکی در دولت بایدن خواسته یا ناخواسته نقش بی‌نقصی در محقق کردن این پیشبینی ایفا کردن. چیکار باید میکردن که ایفا نشه؟ والا اومده توضیح داده. میگه مثلا توی افغانستان اومدن حکومت رو تنها گذاشتن، طالبان رفته مستقر بشه. ببین اینم حالاته به شما بگم، مثلا از این دعوای سیاسی کثیف تو آمریکا، به خاطر اینکه قبل از اینکه بایدن بیاد روی کار نصف هماهنگش اینا رفتن با دولت ترامپ انجام دادن، با جان بولتون عکس یادگاری میگرفتن دیدار میکردن، یادتون هست هماهنگی داشت انجام میشد، هماهنگی داشت برای این انتقال انجام میشد. این میگه که توی اون شرایط نباید اینا از افغانستان خارج میشدن، افغانستان رو میدادن دست طالبان. میگه با این کار کمک کردن که روسیه بفهمه فرمون دست آمریکا نیست و با خیال راحت تهاجم بکنه به اوکراین. بعد میگه این باعث شد که نیروهای نیابتی ایران با خیال راحت حمله بکنن به رژیم صهیونیستی در سال 2023. بله، زمانی که اوکراین و اسرائیل هدف حمله قرار گرفتن، بایدن برای کمک به آنها دست به کار شد، اما احتمالاً یک نمایش قدرت اولیه میتوانست از بروز هر دوی این وضعیت رو جلوگیری بکنه. میگه قبلش باید چیکار میکردی؟ تو باید یه حرکتی میزدی که اینا اصلا جرئت نکنن سمت این داستان برن. حالا من نکتم اینه خدمت شما دوستان، اون چیزی که من سعی کردم توضیح بدم و عرض بکنم اینه که آیه مسیری داریم طی میکنیم. اینا میگن سوتی دادی، رفتار قاطع به خرج ندادی، و این رفتار قاطع به خرج ندادن ها باعث شد برسیم اینجا. من سوالم از شما اینه،
اگر کسانی که این منطق رو دارن و این نگاه رو دارن مثلا در آمریکا تصمیم ساز بشوند یا تصمیم ساز باشن، راهشون برای مقابله با ادامه این بازی از نگاه خودشون چیه؟ راهش احتمالاً اینه، میگه خب هی کوتاه اومدیم اینجوری شده، کوتاه اومدیم یه جا قاطعیتی نشون بدیم که این شکلی نشه. احمقا نمیدونن که اگر قاطعیت به خرج بدن میتونه ماجرا رو پیچیده‌تر بکنه. آیا ممکن هست حماقت بکنن؟ در قبال کسی که قوی نباشد ممکن هست هر حماقتی بکنن. من طولانی‌ترش نمی‌کنم. اگر نکته چیزی بود در قالب پیام برای من بفرستین، کمک بکنید که این برنامه با پیام‌های ارزشمند شما کامل‌تر بشه. غرب در شرایطی است که خودش رو، آینده خودش رو و وضعیت خودش در دنیا رو به شدت در خطر می‌بینه. چین و روسیه رو تنها متهمی نمی‌دونه، بر این باور هست که ایران هم نقش بسزایی در این قضیه داره. ذریب نفوذ قابل ترجیح در بین ملت‌ها داره. خیلی موثر میتونه اونها رو در کنار خودش قرار بده. امروز از براندازی درش صحبت میکنیم، فردا ممکن هست صداش در دانشگاه‌های آمریکا شنیده بشه. امروز از براندازی در کشورش حرف میزنیم، فردا ممکن هست مجبور شیم یک دانشگاهی رو روی یک ویلچری در آمریکا تهدید محسوب بکنیم چون داره درود بر فلسطینی میگه که حرف ایرانه. تو همچین شرایطی با همچین نگاهی که در خصوص ما دارن، همچین بحثایی که دارن، ما یک طرف مقصر بازی‌ها هستیم از نگاه اونها. یک طرف مقصر هستیم برای اینکه نقشه‌شون به هم خورده و جایگاهمون در منطقه غرب آسیا اونی شده که قبلا باید می بود، قبل از این 250 سال بوده و این چیزی هست که غرب نمیپذیرتش. هر کجا هم بتونه با ما به خاطر این داستان‌ها سر ناسازگاری خواهد داشت. ما باید چیکار بکنیم؟ ما باید بتونیم بسیار قدرتمند بشویم، بعد به عنوان یک قدرت بشینیم باشون رفاقت بکنیم، دوستی بکنیم، سر یک میز با هم صحبت بکنیم و ادامه داستان‌ها. ولی تا قبل از همه آنها، این که اصلا بشود یا نشودش هم خودش یه بسه، تا قبل از همه این داستانها، آن چیزی که باید اولویت ایران باشد همین نکته‌ای هست که خدمت شما عرض کردم. ایران گزینه دیگری جز قدرتمند شدن در این مرحله از بازی نداره. طولانی‌ترش نمی‌کنم. اگر نکته‌ای چیزی بود در قالب پیام برای من بفرستین، کمک بکنید که این برنامه با پیام‌های ارزشمند شما کامل‌تر بشه. خاک پای همه رفقا هستم، خیلی مخلصم، خیلی ارادت دارم. وقتتون بخیر.